میدونی بیشتر از این بیانیه سازمان امنیت داخلی اسرائیل بابک؟ بدون شک گفته شده که یکی از بیانیه‌های مهمی هستش که اجازه پیدا کرده که اون را انتشار بده و مبنی بر اینکه در روزهای آینده قرار بوده که یکی از مقامات امنیتی سابق اسرائیل که اون را نامش را اسرائیل فاش نکرده توسط حزب الله لبنان ترور بشه. این ترور قرار بوده که به صورت بمب دستساز باشه و این بمب را در جای کار گذاشته شده بوده که قرار بوده که این مأمور امنیتی سابق اسرائیل از اونجا رد بشه. مأموران شینبت در یک عملیاتی که اون را بسیار پیچیده عنوان کردن موفق شدن که به این مسئله پی ببرن و این را خونسا کنن. در کنار اون همچنین افشا شده که در سپتامبر ماه سال گذشته هم درست به همین طریق قرار بوده که در میان یکی از جشن‌های بزرگی که در یکی از پارک‌های بزرگ تل‌آویو برگزار میشه درست به همین روش یک بمب را منفجر بکنند. نباید فراموش بکنیم که درست این مسئله در پیش از جنگ هستش، یعنی در آن موقع حزب الله لبنان به گفته اسرائیل خواستار عملیات خرابکارانه در داخل اسرائیل بوده و ناموفق بوده. پیش از اون هم در 3-4 ماه قبل از 7 اکتبر حزب الله لبنان توسط یکی از افرادش که وارد اسرائیل کرده بود میخواست که یک بمب دیگری را در یک اتومبیل منفجر کنه که اون هم خونسا شد. همونطوری که میبینیم همچنان تنش بین اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد و این تنش پریسا نه تنها در جبهه های جنگ هستش، بلکه حزب الله لبنان تلاش میکنه که در داخل اسرائیل هم دست به عملیات بزنه. بابک، در شمال اسرائیل الان اشاره کردی، چه جزئیات بیشتری داریم؟ وضعیت الان به چه صورتیه؟ امروز چندین بار صدای آژیر خطر به صدا در اومد، موشک و همچنین چند پهباد به سوی شمال اسرائیل شلیک شد. در مقابل اسرائیل هم مواضع حزب الله لبنان را مورد حمله قرار داد. همه اینها پریسا در لحظاتی هستش که بسیار حساس و سرنوشت ساز در اسرائیل عنوان شده. دیروز حدود ساعت 3:30 ما پیامی را از دفتر نخست وزیری دریافت کردیم که گفته شده که کابینه جنگ یکی دیگر از اهداف جنگ را در دولت این کشور به تصویب رسونده و اون بازگرداندن شهروندان شمال به خانه هایشان هستش. این پس از آن عنوان شد که دیروز هم بنیامین نتانیاهو و هم یوآف گالانت اعلام کردند که دیگر صبر اسرائیل به پایان رسیده. این پیام را به آمریکایی ها و به لبنانی ها دادند که اسرائیل بیش از این نمیتونه که صبر بکنه، او به توافق همدیگر امیدواری نداره و به گفته یوآف گالانت تنها راه نظامی هستش که میتونه در حال حاضر جواب بده. به نظر میاد که اسرائیل این بار به طور جدی به سوی یک حمله بزرگ در داخل لبنان میره. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم در حالی که در یک بحران داخلی بزرگ به سر میبره و این امکان وجود داره که حتی در روزهای آینده بنیامین نتانیاهو را اخراج بکنه از دولت و به جای او گیدئون سار را بیاره که اون بسیار بیشتر به مواضع نتانیاهو نزدیک هستش، میتونه که این عملیات را بسیار جلو ببره. در مقابل، در حالی که ارتش اسرائیل سرعت حملات خودش را در جنوب لبنان و همچنین در دره بقا افزایش داده، در داخل لبنان گفته میشه که ارتباطات ما برای جلوگیری از گسترش جنگ شدت گرفته. همچنین لبنان به گفته یه مقامات امنیتی در آنجا بر موضع خودش علیه جنگ پایبند هستش و قصد ورود به اون را نداره و از تمامی دنیا خواستار شده از جوامع بین المللی که جلوی این جنگ خانمانسوز را بگیرند. مرسی از توضیحات بابک اساقی همکارم از تل‌آویو.